بافان و ساده اندیشانی که انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1388 را بهترین و آخرین فرصت و موقعیت برای پیشبرد و تثبیت اصلاحات مورد نظر خود می دانستند، پس از چند ماه آشوب و بلوا و التهاب و قرار دادن هزینه های غیر قابل جبران روی دست نظام جمهوری اسلامی، با مدد غیبی حضرت باری تعالی و عنایت خاصه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف و درایت بیمانند امام امت حضرت سید علی خامنه ای، سرشان به سنگ نفاق آلودگی خورد. از همین روی با جواب دندان شکنی که از امت امام در ایام الله نهم دی و 22 بهمن 1388 گرفتند، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی از گزند شیاطین بزرگ و کوچک و همزات و وسوسه هایشان تا سالها مصون خواهد ماند. هرچند که آتش این فتنه هنوز خاموش نشده و تنها وسیلت خواص اهل حق است که تبیین کننده ی حق و باطل خواهد بود. آنچنان که صحابی برحق حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی جناب عمار ابن یاسر، در دوره خیزش فتنه ها در حکومت حضرت امیر علیه السلام سره را از ناسره بر عاملان حقیقت نمایاند، باشد که پیروان راستین ولایت مطلقه فقیه نیز تا ظهور حضرت بقیت الله هر کدام عماری باشند برای رهبری معظم انقلاب انشاءالله. دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارانی ها رو، میبینم دهانهای با حقد و غضب پوشیده شده و دندانهای با غیظ به هم فشرده شده رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن، چه بکنم اگه کسی نمیبینه؟ در حوادث فتنه‌گون شناخت عرصه دشواره، شناخت اطراف قصه دشواره، شناخت مهاجم و مدافع، ظالم و مظلوم، دشمن و دوست دشواره. بایستی گره گشایی کرد، بایستی حقیقت رو باز کرد، گره های ذهنی رو باید باز کرد و این تبیین لازم داره. فرمود علا و لا يحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر. میدونید پرچم امیرالمومنین سختیش از پرچم پیغمبر بیشتر بود از جهاتی. در زیر پرچم امیرالمومنین دشمن و دوست اونچنان واضح نبودن. دشمن همون حرفایی رو میزد جایی که دوست میزنه، همون نماز رو که در اردوگاه امیرالمومنین نماز جماعت میخوندن، تو اردوگاه طرف مقابلم در جنگ جمل و سفین و نهرمان نماز جماعت میخونی. حالا شما باشید چیکار میکنید؟ بصیرت خودتون رو بالا ببرید، آگاهی خودتون رو بالا ببرید، حقیقت رو باید فهمید. در جنگ سفین یکی از کارهای مهم جناب عمار یاسر تبیین حقیقت بود، چون اون جناح مقابل که جناح معاویه بود تبلیغات گوناگون می‌داشت. این کسی که از این طرف خودش رو موظف دانسته بود که در مقابل این جنگ روانی بایسته و مقاومت کنه، جناب عمار یاسر بود. یه جا می‌دید اختلاف پیدا شده، یه عده‌ای دچار تردید شدن، بگو مگو توشون هست، خودشو میرسون اونجا به سرعت براشون حرف میزد، صحبت میکرد، تبیین میکرد، این گره ها رو باز میکرد. نقش نخبگان و خواص و اینها هم این است که این بصیرت رو نه فقط در خودشون، در دیگران به وجود بیارن. حسا بگید، روشن بگید، مبین بگید، اون چرا که میفهمید. هیچ انتظار نیست، حق هم نیست که انتظار باشه که کسی در خلاف فهمیده خودش حرف بزنه، اما اونی که فهمیدید رو بگید، سعی هم بکنید که اون چرا که فهمیدید درست باشه. کجا هستن اون کسانی که
این شخصیت های بزرگی که پیمان جانبازی رفتن عیل عمار عمار یک خطاب آخری هم عرض کنم، خطاب به مولامون و صاحبمون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. ای سید ما، ای مولای ما، ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرمایید.